خداوند مهربان سلام دوستای گلم امروز چه حالی داره؟ امیدوار هستم که شاد و پر انرژی باشین خب دوستای گلم باز همه شما تشکر میکنم که برنامه خودتان مکتب تمدن را انتخاب کردین نوبت مطالعه بیولوژی سنف دوازده است و مباحث در ارتباط به ارسیت و جنتیک دوستای گلم در جلسه قبلی ما و شما در مورد صفات مختلف معلومات حاصل کردیم همچنان فامیدیم که داخل علم ژنتیک موضوع هوموزایگوس و هتروزایگوس چه معنی را افاده میکنه قرار است که امروز در مورد رول و نقش کروموزوم ها در علم ارسیت و ژنتیک بیشتر بدانیم پس چه خوب است که بدون زیای وقت بریم به طرف درس خود عنوان درس امروزی ما هست رول کروموزوم ها در ارسیت و جنتیک خب دوستا ما کروموزوم ها را قبلا در سنف های قبلی مضمون بیولوژی مطالعه کرده خب دوستا یک ویدیوی خیلی کوتاه میرم مشاهده میکنیم که ساختمان کلی کروموزوم ها دوباره پس بر ما مرور شد خب دوستا ساختمان کلی کروموزوم ها طوری که میبینین یک حجره هست در داخل هسته حجرات کروموزوم ها هست که واقعی است. می بینید ای داخل شکل کروموزوم هاست. هر بازویش به نام کروماتید هست. کروماتید در از دینه تشکیل شده. ای رشته های پیچیده که به دور پروتین ها هست. می بینید ای پروتین های هستون است. ای رشته رشته دینه اگه بازش بکنیم. رشته طویل دینه. که خوانده بودیم که خود دی ای هم از چی چیزی تشکیل شده بله سگمنت بخشی از دی را ای رو ما به نام جن یاد میکنیم که مسئول انتقال خواص سی هست بینیم این در کل استرکچر ساختمان و در کل چارچوکات خود کروموزوم ها بود خب دوستان پس یک مروری کلی از کروموزوم ها داشتیم و این تصویر هم باز هم همی موضوع رو برتان میرسانه در داخل یک حجره هسته ها وجود دارد در داخل هسته کروموزوم هاست که کروموزوم ها بالاخره از دین ای تشکیل میشه یک قسمت از دینه ای رو ما به نام جن یاد میکنم. کروموزوم از لحاظ کلمه و لغت از زبان یونانی گرفته شده و به معنای اجسامی است که رنگ پذیر هستند شما سلسله و مراحل مختلف تقسیم حجروی را در بیولوژی سنف 11 هم مطالعه کرده در بعضی از مراحل وقتی که ما داخل حجرات را رنگ به تیم کروموزوم ها فوقلاده رنگ را میپذیرند و به اون خاطر به نام اجسام رنگ پذیر یاد میشه. خب دوستا از دو کلمه جداگانه گرفته شده که کروما به معنی رنگ و سوما به معنی جسم هست کروموزوم ها قبلی که توریک قبلا دیدیم در تصویر از بازوهای به نام کروماتید تشکیل شده همینجا ما یک کم بر شما میخوایم واضح بسازم این شکل معمول یک کروموزوم است که بر ما نشان داده شده خب دوستا هر بازوی از اینا به نام کروماتید یاد میشه به نام کروماتید و نقطه‌ای که اینا تقاطع میکنن که به این شکل X نمایش داده شما به نام سنترومیر یاد میشه سنترومیر کروماتیت ها چرا مهم هستند؟ بعضی از بینظمی های جنتیکی با حذف شدن یک قسمت از کروماتیت هاست یعنی یک بازوی از اینا حذف میشه هر بازوی از اینا به شکل کوتاه و طویل است این قسمت به نام طویل یاد میشه که پایین تر از سنتروزوم است ای قسمت به نام بازوی کوتاه یاد میشه خب دوستا که به حرف Q و P نمایش داده میشه در جنیتیک ممکن که یک قسمت از بازو حذف شود دلیت شوه که به نام دلیشن یاد میشه که یه هم باعث بینظمی های فراوان جنیتیکی میشه و به شما آدرس داده میشه که بازوی کوتاه که به شکل کیو است کیو از کدام کروموزوم از کدام جورش حذف شده و باعث ایجاد این رقم یک بنیزمی جنتیکی مثل کتکرای سندروم شده که پیشتر رفتیم میخوانیم انشالله خب دوستان، این هم باز هم تصویر از کروموزوم است بعد دقت ببینین بازوهای کروماتید و نقطه مرکزی که به نام سنترومیر است خب دو بازو دارد در نباتات و حیوانات تعداد و شکل آن متفاوت است بدون شک ست های که متشکل از کروموزوم هست در نزد حیوانات انسان ها نباتات مختلف هست بنابراین نتیجه می گیریم که نقشه های ژنتیکی موجودات مختلف باشد به شکل جوره ها واقع است که برای انسان ها 23 جوره یا دو برابرش کنیم 46 عدد گفته شده ای هم یک نقشه جنتیکی هست میبینین که کروموزوم ها به شکل جوره هستند. خب دوستا دپلوید و هپلوید به چه معنا؟ این مفاهیم را شما در بیولوژی سال قبل هم حتما آشنایی دارید. دپلوید یعنی دوگانه دو ان و هپلوید به معنی یگانه یا یک ان هست اگر ما کروموزوم ها رو جورهی را به شکل جوره ای ارائه بکنیم دوگانه یا دیپلوئید میشه اما اگر کروموزوم ها رو را به شکل طاقه ارائه بکنیم به نام هاپلوئید یاد میشه هاپلوئید در کجا دریافت میشه در نزد حجرات جنسی که تقسیمات میوز را تازه سپری کرده باشند هاپلوئید است در غیر صورت در تمام حجرات دیگر حالت دیپلوئید جریان دارد ای تصویران براتان همین مفهوم را واضح می سازد. دفلوید دوگانه، هپلوید یگانه، یک ان دو خب دوستان، کروموزوم هایی که دارای یک جسامت دو شکل مشابه باشند به نام هومولوگاس یاد میشن. کروموزوم هایی که هم از لحاظ جسامت و هم از لحاظ شکل یک اندازه باشن همسان باشن و نام هومولوگاست یاد میشه که شما در تقسیمات حجروی هم خوانده بودین که فقط کروموزوم های هومولوگاست هستند که نزدیک هم میشن و جنها را یکی به هم دیگر تبادله میکنن معمولا با شماره گذاری هست که اینا چه چی, میشه؟ معین میشه مثلا کروموزوم اول این گونه نمایش داده میشه که فرزند بر مثال یکیش از طرف پدر آمده یکیش از طرف مادر آمده قرار است که فرزند بر مثال فکتور فاکتور آر اچ را انتقال بده که آیا طفل آینده اچ مثبت باشه خونش یا آر اچ منفی باشه خونش فقط باید کروموزوم های همشکل همجسامت نزدیک همدیگر شوند کراسینگ اوور بکنه یک قسمت از جنها را تبادله بکنه تایی که به نسل آینده انتقال بکنه به همی لحاظ است که کروموزوم های از زیاد مهم است اگر قرار باشه کروموزوم اول با کروموزوم نهم کراسینگ اوور بکنه باز هم مشکلات امراض و بینظمی های ژنتیکی ممکن اتفاق بیفته پس از این لحاظ است که کروموزوم های است، فوق العاده پس مهم هستند خب دوستا بریم ببینیم به این شکل هستن کروموزوم هایی که هم شکل هم سان یک اندازه خب دوستا بالای کروموزوم ها جن ها واقع است که قبلا هم در تصویر دیدیم هم در ویدیو و در جن ها طوری که ما میفهمیم معلومات ارسی قرار داره یک مثال کروموزوم اول فاکتور آر اچ خون را انتقال میده که آیا مثلا گروپ خونتان او آر اچ مثبت باشه یا منفی باشه و کروموزوم نهم نه بالای جن های واقع است که معلومات را حاوی گروپ های خونی مثل گروپ A، گروپ B، A، B، O باشه را انتقال میده. این هم انتیجن هایی است که بر روی کرویات سرخ خون واقع است. که آیا این انتیجن A باشه، A، باشه، B باشه و یا هم صفر باشه که گروپ صفری یا O نامیده میشه. و این هم اهمیت آر اچ که در انتقالات خون خیلی ها مهم است موضوع بعدی که در کتابتان یاد شده ازش صفات غیر مندلی هست صفات غیر مندلی چگونه هست؟ بریم میبینیم مندل تنها نباتات را مطالعه کرده بود که غالبیت و مغلوبیت کامل داشتن. چه معنا؟ مندل بر روی نبات مشنگ تجارب خود را انجام میتاد و این نبات کامل یا یک صفت برش غالب بود که کامل در نسل اول تبارز میکرد و تناسبش هم صد فیصد بود و یا یکی صفت مغلوب بود یعنی در نسل اول کامل پوشیده میشد در نسل دوم ممکن که ظاهر میشد با فیصدی 25 فیصد یا یک چهارم که قبلا در جلسات قبلی ما مطالعش کردیم این دو حالت خارج نبود اما صفات هم وجود داره که ممکن که صد غالب نشه صد مغلوبم مغلوب هم نباشه یک چیز مخلوط یا در مابینی باشه همی موضوع را در کتابتان به عنوان انترمیدیت یا بارزیت ناقص آورده یعنی بارز هست یک صفت اما صد نه ممکن یک اندازه مغلوب هم شود حالا د بخش دانشمند دیگه به نام کارل کورنز بود که مطالعات خود را در سال 1900 انجام داد. این تصویر را هم که شما میبینید آقای کارل کورنز هست که بعد از مندل تجربه خود انجام میداد. تجربه بالای گلی بود به نام گل پتونی. گل سفید را با گلهای سرخ پتونی ایشان تزویج تج... کردند. در نسل اول گلها شما از ای چی نتیجه میگیدین؟ خب تا حالا که مطالعه کردیم حتما شما دوستا میگن یا ای که ست فیصد سفید بود و سرخ در نسل بعدی تظاهر میکرد یا ای که ست فیصد سرخ بود و سفید در نسل بعدی تبارز میکرد اما برخلاف انتظار همگی نتیجه ای شد که گلها تماما رنگ گلابی داشت یعنی نی رنگ سفید داشت و نی رنگ سرخ داشت برخلاف انتظار همگی این تصویر هم که میبینین مربوط گل پتونی هست خب علت او را کارل کورنز غالبیت نامکمل یا مبارزیت ناقص یا انترمیدیت بیان کرد خب دوستان نسبت ها در نسل اول کامل یا صد فیصد بود بعد از او در نسل بعدی یک دو یک بود چگونه بریم میره توضیح بیتیم خب دوست کارل کورنز آمد و گل پتونی یک نوع سرخ و نوع سفید را با همدیگر دیگر تزبیش کرد ایشان انتظار داشت که یکی از این صفات بارز باشه ظاهر باشه غالب باشه اما همگی در نسل اولی یا F1 رنگ گلابی را به خود گرفت و نسبتشان صد فیصد بود یعنی چهار بر چهار هم مگی رنگ گلابی را به خودان گرفتن پس سوال رنگ سفید رنگ سرخ چی شد؟ آیا اینا مخلوط شدن که رنگ گلابی را به ایجاد آوردن؟ یا ای که نه ای غالب بود نه او غالب بود دقت کنن که مخلوط نشده بودند در نسل بعدی یا F2 نسبت این گونه آمد یک گل رنگ سفید داشت گل بعدی رنگ سرخ داشت و دو عدد گل رنگ گلابی داشتن یعنی چه نتیجه می گیرم؟ رنگ های سفید رنگ سرخ کامل از بین نرفت مخدود نشد به خاطر از که ای اینا غالبیت نامکمل داشتن پینجا فیصد پینجا فیصد در عین گل ظاهر شده بودن و ای باعث شده بود که رنگ گلابی شکل را به خود گلهای پتونی اختیار میکنن و این صفت در نسل بعدی تناسب یک دو یک را اختیار کردند در نسل دومی خب دوستان یعنی صفات ممکن دارای بارزیت کامل نباشند یعنی بارزیت ناقص باشند اما باز هم از قانون جنهای آزاد پیروی میکنند این به چی معنا دوستا یعنی ای که جن سرخ بالای سفید تاثیر نداره که بیای مخلوط شوه و گلابی را ایجاد کنه 50 فیصد تظاهر مربوط سفید است 50 فیصد مربوط سرخ است ای بود مفهوم بارزیت ناقص امیدوار متوجه شده باشه در سایتان را تکرار بکنید و تا جلسه بعدی مواظبتون باشید